27 سازمان حقوق بشری از سراسر جهان نگرانی خود را نسبت به زندگی افراد زیر سن قانونی محکوم به اعدام در عربستان سعودی اظهار داشتند. در گزارش پیش رو این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که با هم آن را می‌بینیم. اعدام در عربستان سعودی، آن هم برای کودکان زیر سن قانونی، باز هم واکنش فعالان حقوق بشری را برانگیخت. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، در بیانیه مشترکی که به امضای 27 سازمان حقوق بشری از سراسر جهان رسیده، از صدور حکم اعدام برای تعدادی از افرادی که زیر سن قانونی هستند و هم اکنون پرونده آنان در جریان است، خبر داده شده است. در این بیانیه تصریح شده که موارد پیشبینی شده حکایت از آن دارد که جان افراد زیر سن قانونی در معرض اعدام در خطر قریب الوقوع است و اجرای حکم آنان هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. سازمان‌های امضا کننده این بیانیه تأکید کرده اند که نوجوانان دربند در زندان‌های عربستان در حین بازداشت در معرض انواع اقدامات غیرقانونی و ضد حقوق بشری از جمله ناپدید شدن اجباری، سلول‌های انفرادی چند ماهه و اشکال مختلف شکنجه که نقض آشکار کنوانسیون منع شکنجه است قرار می‌گیرند. این بیانیه همچنین می‌افزاید خطر اعدام به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه در عربستان سعودی افزایش یافته و باعث شده که فعالان حقوق بشری نتوانند از افراد در معرض خطر در برابر احکام اعدام خودسرانه حمایت کنند. سازمان‌های یاد شده همچنین تأکید کرده اند انجام فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در عربستان هم داستان اسفناکی است که متأسفانه بر اساس قانون ضد تروریسم در عربستان افراد متهم شده و با اعترافات اجباری و تحت شکنجه به عنوان تنها مدرک برای محکومیت آنان استفاده می شود. این سازمان ها همچنین خاطر نشان کردند که عربستان سعودی از ابتدای سال 2024 تا کنون 47 نفر را بر اساس حکم دادگاه‌های کیفری اعدام کرده است. سازمان‌های امضا کننده بر این باورند که تصویب احکام اعدام جدید علیه افراد زیر سن قانونی بیانگر خلاف واقع بودن وعده‌های عربستان سعودی است و پس از این چاره ای باقی نخواهد ماند که برای توقف احکام اعدام‌های خودسرانه به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی بایستی از طریق مجامع بین المللی اقدام کرد. در پایان این بیانیه تأکید شده که سعودی‌ها تا زمانی که نتوانند جلوی احکام صادره اعدام برای کودکان را بگیرند نمی‌توانند از اصلاحات یا تغییر در این کشور صحبت کنند. سید محمد علی موسوی متقی، پژوهشگر دینی و کارشناس کشورهای عربی از کربلا معلا. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای موسوی، چرا حکومت سعودی علارغم تلاش برای نمایش چهره مدرن و اصلاح گرایانه از خود همچنان به اعدام و زندانی کردن و شکنجه مخالفان خود به ویژه کودکان و شیعیان ادامه میدهد؟ علیکم السلام خدمت شما و بینندگان عزیز، عرض احترام دارم. تجربه حکومتداری در حکومتی مثل عربستان سعودی، کشور سعودی، دولت پادشاهی سعودی و حکومت‌های همزاد با این حکومت که با عناوینی مثل ولایت و عناوینی امثال آن در حال به اصطلاح حکمرانی بر مردم هستند، ثابت کرده که اگر این حکومت‌ها در قبال مردم، مخصوصاً اقشار جوان و به اصطلاح نورس و به اصطلاح تازه خواب صحنه اجتماع گذاشته،
کوتاه بیان و به اونها اجازه اعتراض و انتقاد بدن، مواجه خواهیم شد با یک جامعه مطالبه‌گر. و این جامعه مطالبه‌گر برای اونها و برای حکومت اونها اسباب دردسر خواهند. و این در واقع وجود جامعه، یعنی تحول جامعه به سمت یک جامعه پرسشگر که حاکم رو مجبور کنه پاسخگو باشه، این در واقع مهمترین مؤلفه یک جامعه اصلاحگرا و یک عزم به خدمتون جامعه مدرن و دارای حقوق مدنی هست که متاسفانه دولت سعودی و دولت‌های مثل دولت سعودی که اقتدارگرا هستن با اون اساساً در تضاد و مخالفت است. بله، چرا عربستان سعودی تحمل اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مخالفان به ویژه از سوی شیعیان را ندارد و از آنها تحت عنوان اقدام تروریستی نام می‌برد؟ ببینید، وقتی اعتراضی به انتقادی صورت می‌گیره از دو حالت خارج نیست، یا این اعتراض به انتقاد بجاست یا نابجاست. اگر نابجا باشه باید اون حاکم و اون کسی که مورد سوال واقع شده در قبال این جامعه پرسشگر اونها رو با منطق صحیح و منطق مدرن و توأم با اصول مدنیت قانع کنه. اگر این کارو بکنه که این رفتار پرسشگری و پاسخگویی نهادی نمیشه و این اولین مشکلی است که حکومت‌های اقتدارگرا دارن با مردم خودشون، یا اینکه انتقاد اونها انتقاد صحیحی نیست و اینجا باید اینها در صدد تحول و اصلاح واقعی اون کرده خودشون و گفته خودشون اون چیزی که موجب شده اینها پرسشگر بشن و انتقاد کنن و اعتراض کنن، که این دیگه مصیبتی بالاتر رو برای حکومت‌های اقتدارگرا به همراه خواهد داشت. لذا اینها به این نتیجه رسیدن که اساساً هر اعتراض و انتقادی رو در نطفه خفه کنن. بله. با تهدید و با زندان و با شکنجه و با اعدام‌های پیش از زمان ارزم به خدمتون رسیدن به اصطلاح نوجوانان به سن قانونی اونها رو در واقع از ادامه این پرسشگری و انتقاد باز بدارن. سپاسگزارم از توضیحاتتون. سید محمد علی موسوی متقی، پژوهشگر دینی و کارشناس کشورهای عربی.